درود به همه تان، پگاهتان به خیر امیدوارستم این روزتان خوب آغاز کرده باشین. من مریم خراسانی هستم، تا یک ساعت دیگر با شما امیدوارستم در برنامه با ما باشین و برنامه را دنبال کنین و در رابطه با موضوع برنامه پرسش ها و دیدگاه هایتان با مهمان برنامه ما شریک بسازین. مهمان برنامه من امروز مجیب مهداد، سخنگوی وزارت معارف است و بحث ما در رابطه با این است که در این اواخر بیشتر خانواده ها از برخورد خشونت بار در مکتب ها شکایت دارند. شما مگر در این مورد پرسش و دیدگاه دارین؟ اگر فرزندانتان به مکتب میره و با مشکل برخورده، این فرصت از شماست. میتونید زنگ زد دیدگاه ها و پرسش هایتان با سخنگوی وزارت معارف مجیب مهداد در میان بگذارین. ایشان حاضر شدن اینجا با گونه زنده حرفای شما را شنیده و به شما پاسخگو باشن. شمارهایی که شما را در برنامه وصل میکنه 0791-6354-655. نشانی ما در فیسبوک /ون تیوی مورنینگ مگزین لینک فیسبوک هم است و هم به فارسی مجله صبح نوشته، اونجا پای پست مرتبط به همین موضوع میتونید دیدگاهتان با ما شریک بسازین. همچنان از طریق 654 گیلدچار به تعقیبش 5 فشار بدیم، بعد از ببینید دیدگاهتان با ما شریک بسازید. آخرین گزینه پیام خانه درج برای شما باز است. اگر دوست داشتین میتونید پیام بگذارین. دیدگاه های همه شما در برنامه جا داده میشه و برای ما با ارزش است. اما بیننده ما که میخوام به گونه زنده در برنامه با تماس شوند، لطفا در آغاز برنامه ازشون خواهش میکنم زمانی که به تماس میشین صدای تلویزیون تان پایین کنین و فاصله بگیرین و یک پرسشتان در رابطه با موضوع برنامه باشه و همچنان عفت کلام باید همه ما مراعت کنیم تا ما هم دیدگاه های شما رو در برنامه بتونیم جا بدیم. مجیب مهرداد، سخنگوی وزارت معارف، خوش آمدین. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. سلام بر شما و بر بینندگان شما. امیدوار هستم که همه هموطنان ما صبح خوبی را آغاز کرده باشند و ما در خدمت هموطنان عزیز هستیم تا با سوالات و پرسش های اونا پاسخ بگیم. ممنون شما. بجزیتان اولین تماس پاسخ میگیم. داود از غزنی روی خط است. داود جان سلام بفرم. سلام علیکم، شما خوب هستین؟ سیار شما خوب هست؟ سلامت باشین داود عزیز، بفرماییم پرسش و یا دیدگاه دا. مریم جان قن، ما خواهش دارم از برادر ما از مجید جان، در ولایت غزنی معلم ما بچه های صنفی 8 نوره که درس میده یک کم زر لط و کوب میکنه یکی، و دویمی دیگه امکان ششما که خلاش زیادتری زیاره پارچه نداد. مریم جانتن از ما دختره که ما در مکتب جان ملکی ولایت غزنی، امکان ششما که خلاش پارچه نداد. ما رفتم دوستان چرا پارچه نیست؟ یک ملیم سره دیگه ملیم انداخت که ولی امروز سوزین دوستو دلیل از چیست که یا کامیاب یا ناکام پارچه بده که کمو تشویش یا اگر ناکام شد پارچه بده که ناکام شد کوشش کنه، اگر کامیاب شد تو چرا پارچه نمیتی؟ جیت هم خواهش میکنم که با مقامات ولایت غزنی با تماس ایره پیشنیاد کن. و دویم دیگه مریم تن برد تاجکستان در ولایت غزنی رفید اونا را تیز کرد امتحان کرد. یک خواهش از خودت میکنم که نیست سخنگوی برشنا را در این روزای نزدیک بتل که ما برو یادآوری کنه مریم خان که برق ولایت غزنی وصل کرد، تاجکستان برق خلیلا که تیز هم شد. خواهش میکنه که سخنگوی شد بتل مریم جان. حتما چشم شرادی در برنامه های بعدی حتما جناب وحید الله توحیدی را میداشته باشین تا به شما پاسخگو باشن. روزتان خوش برادر عزیز. آقای مهرداد، این چند مین بار است که سر صدای خانواده ها بلند میشه که برخورد معلمین در مکتب ها خشونت بار است و لط و کوب شاگردان انواع مختلف. میخوایم در این مورد حرفش مورد داشته باشیم که واقعا وزارت معارف چی برنامه داره در این خصوص؟ بله، ببینین یکی مسئله ابعاد قانونی این مسئله است که در وزارت معارف افغانستان، در قانون معارف افغانستان هر گونه خشونت در محیطای آموزشی، اعمال هر گونه خشونت در محیطای آموزشی ممنوع است. ولی واقعیت چیست؟ واقعیت متاسفانه سخت‌تر است. یعنی ما تلاش ما همواره ای است که بتانیم خشونت از محیط‌های آموزشی دور بکنیم، ولی به دلیل از اینکه خشونت در جامعه ما نهادینه است، در فرهنگ اجتماعی ما، در مناسبات ما، در فرهنگ تربیتی خانواده ها متاسفانه خشونت هنوزم باور ایست که خشونت مؤثرترین ابزار برای تربیت فرزندان در داخل خانواده هاست. شما تصور بکنین وقتی که جامعه ما پر از خشونت است، این خشونت خودش در همه جا نشان میده. مکاتب ما تافته جدا بافته از خانواده ها نیست. بنابر این کاری که وزارت معارف افغانستان میکنه ایست که با موارد خشونت برخورد بسیار جدی میکنه. اگر
خانواده های محترم به ما شکایت بکنن و به موقع به ما گزارش بتن اگر فرزندای از اونا در جاهای زیر فشار است یا مورد لطکوب شدید قرار میگیره یا مورد خشونت زبانی قرار میگیره. خلاصه هر گونه سوی استفاده در محیطای آموزشی نوع خشونت پنداشته میشه و همه از اینا غیر قانونی است و هیچ کس حتی معلم صاحبای ما حق ندارند که از خشونت کار بگیرند به خاطر از اینکه درس بتن، به خاطر از اینکه درس خود پروسش به صورتی که دلشان میخواد پیش ببرن، نباید از خشونت استفاده بکنن. در جهان معاصر روش‌های زیاد آموزشی است که اونا ثابت ساختن که بدون از کاربرد خشونت هم میشه به شاگردها درس انتقال داد و رابطه مفید بین استاد و شاگرد ایجاد کرد. ولی در افغانستان بخش اعظم این خشونت ها متاسفانه از بستر اجتماعی ما میآید، از خانواده ها میآید به مکتب و این واقعا نیازمند تحول در جامعه ما است، در فرهنگ جامعه ما است. یعنی تا جامعه ما به لحاظ سطح سواد، سطح زندگی، منظورم سطح معیشت، سطح اقتصاد اینا بالا نره، متاسفانه ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که خشونت ها و تمامی در جامعه ما حل شوند. ممنون شما و پاسختم به داود عزیز که از غزنی به تماس شد. آقای داود عزیز، اگر ما حتما با ریاست معارف غزنی تماس میگیرم، روزانه از این شکایت ها زیاد میآید. چیزی دیگه که برای ما بسیار زیاد مهم است این است که خانواده محترم امی رقمی که آقای داود همکاری دارن، انتقاد شما هم نوع همکاری با وزارت معارف است. یعنی ما از هیچ گونه انتقاد حراس نداریم و ما آمدیم که انتقادهای شما را بشنویم و اونا را جدی بگیریم و اونا را شامل برنامه ها بسازیم یا حداقل مشکلات روزمره که پیش میاد در محیط های آموزشی ما بتانیم جلو از زوره بگیریم. ممنون شما مرتضی صاحب. غوث الدین از کندز روی خط است. غوث الدین سلام، بفرما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام بر شما و بر میمان گرامی تان و تمام بینندگان تلویزیون یک. ممنون شما، بفرمایید. پرسش و دیدگاه. سلامت باشین. از میمان برنامه تان سوال ما ایست که اینا در نوال صحبتشان فرمودن گفتن که در مکتب خشونت نباید باشد، یعنی لطکوب در مکتب نباشد یا امثال هم، یعنی تهدید نباشد. درست است، ما اعتراف میکنیم که تهدید و لطکوب در مکاتب نیست، اما ما در سال 1392 فارغ شدیم، در سال 1381 وارد مکتب شدیم که ما را استادای ما لعنت میکرد و میزد، میگفت باید شما یک چیز را یاد بگیرین. اما شاگردایی که فعلا در فعلا که ما فارغ شدیم رفتیم، حال شاگردایی را که من میبینم والله بلا قسم یاد میکنم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم شخصیت سیرت شنه میفهم. میگم چرا؟ مگه استادی نیست که ما را یک گپ بزنه؟ چرا؟ میگم مگه وزارت معارف یک امر کرده که ما را چیزی بر ما نگوید، چون تهدید نکنه، گپ نزنه. درست است، گپ بیمان برنامه شما قبول قدر است، چون تهدید کردن درست نیست. اما یک روشی را که فعلا در افغانستان ما شما که جریان است، ما شما هم میدانیم که افغانستان یک چیزی شده که در دست تفلات تلفن و چرخمیز و بازی و بازی چه جور شده، اما از دست محروم مانند. اما من میگم که یک محیط یک فرد افغانستان، چون کارشناس هم نیستم، مسائل دیگه هم نیستم، شاگرد دست نمیتم کسی را، اما محیط یک فرد افغانستان برشان میگم که کمه که دستر شاگرد مغلوب شدن یا یک نصر شاگرد غالبیت وارد شدن، به نظر ما میتونه که یک شاگرد از ذهنش انکشاف بده و در خدمت در جامعه باشد. چون شد در اثر خودم تیر شده که مرا تهدید کرد، اما دردی که مرا با پنج خمچه که مرا استاد زده بود، دردی که فعلا 12 سال تیر شده اثر ما سپری شده، هنوزم همون درد در یادم است. استاد مرا لک کرده بود، همون درد هنوزم در ذهن ما است.
یعنی خود طرفدار این هستی که از خشونت کار گرفته شود تا درس در ذهن شاگردها بشینه و نه؟ بله، من خشونتی که نیست که این خشونتی که استاد در علیه شاگرد کلام خشونت داشته، استاد منحیث یک استاد، شاگرد منحیث یک شاگرد، باید برخورد شاگردانه صورت بگیرد، باید درس در بیاد بگیرد. غوث الدین عزیز، دیدگاه خودت داشتیم در این مورد، دیدگاه جناب مهرداد هم داشته باشیم که چه حرفی دارن. ممنون در برنامه اشتراک کردی. بیندازید شما اگر دوست دارین در این بحث اشتراک کنین که اکثر خانواده ها در این اواخر از برخورد خشونت بار در مکتب خوش شکایت دارن. شما اگر فرزندانتان با مکتب میره و با چنین برخورد برخورده، امروز فرصت خوبی است. موجب مهداد اینجا است و به گونه زنده حرفای شما را شنیده به شما پاسخ میده. شما را یک شماره در برنامه وصل میکنه 0701-3654 و 655. اگر تماستان برقرار نشد، پای همین پست در صفحه فیسبوک ما با فارسی مجله صبح نوشته اونجا برین، دیدگاهتان با ما شریک بسازین، دیدگاه های شما در برنامه جا داده میشه، در ادامه برنامه با ما باشین. جناب مهرداد، حرفای جناب غوث الدین شنیدین که دیدگاه خودشون بوده، ما حرفای شما رو میخوایم داشته باشیم در این مورد. من اول عرض سلام دارم خدمت آقای غوث الدین. من ازشان سپاسگزاری میکنم که امو نظر خود بسیار صادقانه با برنامه مطرح کردن، با ما مطرح کردن، و من خیلی خوشحال هستم که ما به جای از این که پنهانکاری کنیم، رک و راست امو چیزایی را که به فکر ما درست میآید او را مطرح بکنیم تا یک بحث شود دوباره. من با احترام به آقای غوث الدین نظر خود دارم، ولی نظر ما ایست که خشونت یک پدیده بسیار زیاد منفی است. علم روانشناسی و سایر علوم در واقع حوزه علوم انسانی ثابت میکنه که کاربرد خشونت تبعات بسیار منفی داره. ممکن است آقای غوث الدین عزیز، ممکن است که درسی که توسط چوب در ذهن شما مثلا تلقین شده هرگز از یادتان نره، ولی واقعیت امریست که خشونت عوارض جانبی داره که حتی شما آگاه نیستین. شما آگاه نیستین که چی تأثیراتی وقتی که یک استاد مثلا یک شاگرده میزنه، ممکن است درس یاد بگیره به خاطر خشونت، ولی او تبعاتی که این خشونت در ناخودآگاه از او ایجاد میکنه، او برای سالهای سال در ذهن از او میمانه و او میتونه باعث از این شود که خود از او زمان خشونت باز تولید بکنه در رفتارش با دیگران. خلاصه این که ممنوعیت خشونت علیه کودکان یک امری هست که امروز دانش روانشناسی ضرر و خطر از او را به اثبات رسانده و خشونت به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. من نمیگم که در افغانستان ما میتونیم 100% خشونت از فضاهای آموزشی دور بکنیم، ولی یک چیز میخوایم بگیم که هیچ توجیه نداره خشونت، هیچ قابل توجیه نیست. حتی اگر امروز در جاهای کارکرد داشته باشه، اگر در جاهای امروز مثلا ما ببینیم که روش خشونتبار باعث از این میشه که در محیط آموزشی نظم ایجاد شود و یک مقدار هم برنامه درسی تطبیق شود، با همه اینها ما خشونت توجیه نمیکنیم و احساس میکنیم، و باور وزارت معارف بر این است که کاربرد خشونت در فضای آموزشی و علیه کودکان میتواند تبعات دراز مدت شخصیتی و رفتاری برای کودکان داشته باشه و بسیار خطرناک است. ممنون که شما هم دیدگاهتان شریک ساختین مهرداد عزیز. بیننده ما از کابل روی خط است. سلام به شما، بفرمایید. تماس بیننده ما قطع شد. بیننده عزیز، شما اگر دوست دارین در این بحث اشتراک کنین، شماره هایی که در برنامه شما را وصل میکنه 0701-3654 و 655. فعلا بیننده ما روی خط است، بفرمایید. سلام به شما، تماستان برقرار است، بفرمایید. بله، سلام علیکم، خوب هستین؟ صبح شما بخیر. همچنان از همکار محترم تو ممنون. شما بفرمایید. سلامت باشین. جان اول یک سلام داشته باشم خدمت میمان بزرگوار شما. میخواستم در میتود و تدریس معرف اول یک اشاره داشته باشم. ببینین در کل تدریس و دو دسته تقسیم شده، یکی خود تدریس هست و یکی میتودولوژی.
حالا اگر میتودولوژی هم نباشه تدریسی هم در کار نیست و اگر تدریسی هم نباشه میتودی در کار نیست. ببینیم که ما چقدر پلان ها و چقدر پروژه ها داریم از خود وزارت معارف. زن بسنجن که یک شاگرد به چی چیز خوب میشه، به چی روان از او در چی بکارد. حالا بخش متوسطه داریم، بخش ابتدایه داریم، بخش لیسه داریم، به سه دسته تقسیم شده. طبقی که قبلا ذکر کردن جناب مهمان محترمتون، بیاین از علم روانشناسی کار بگیرن. حالا اگر نمیتونن یک سیمینارهای بزرگی بتن، حداقل یک ورکشاپ های بتن از مکاتب که در کادر هستن، اساتید از اونا بخواهم و بر از اونا کمودیش علم روانشناسی را و علم میتود یاد بتن که شاگرد به چی چیز خوب میشه. اونا یک کاری بکنن، چالش بازیابی بکنن. وقتی که چالش بازیابی شد، یک راهکار براش بسازن و راهکار سبب هدف بشه. به این سه میتود اگر یا پیش برن، ما باورمند هستم که یک معرفی عاری از خشونت نداشته باشیم. ممنون شما که دیدیتنه با ما راهکار و هدف. ممنون شما. ممنون که در برنامه اشتراک کردیم. بعد از میان برنامه حرفای موجب مهرداد در این مورد می داشته باشیم. مهرداد صاحب، بجاستون یک میان برنامه می گیریم، برمیگردیم. در ادامه برنامه با ما باشیم. ادامه برنامه است. سپاسگزاران هستم که با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. بحث ما در رابطه با این است که در این اواخر بیشتر خانواده ها از برخورد خشونت بار در مکتب ها شکایت دارند. شما هم اگر از این دست آدم ها هستین که فرزندانتان و مکتب ها میره و برخورد خشونت بار با اونا میشه، امروز فرصت خوبی است. موجب مهرداد، سخنگوی وزارت معارف اینجا هستن و حاضر شدن به گونه زنده حرفای شما را شنیده و به شما پاسخگو باشن. شماره که شما را در برنامه به گونه زنده وصل میکنه 0791-654-655. فعلا بیننده ما روی خط است، بفرمایید. سلام خدمت شما و خدمت میهمان برنامه. سلام بانو فریبا، بفرمایید. میبخشید، من خودم یکی از معلمین هستم و ما طرفدار میمون برنامه تون هستم که راستی که میگن که از خشونت کار گرفته نشه. به خاطر از این خشونت کار گرفته نشه، وقتی که خود معلم یک جذبه داشت در سن که داخل شد، خود معلم که جذبه داشت، خود شاگرد خود به خود از معلم میترسه، مجبور است که درس از رو بخونه. اگه معلم جذبه نداشت، مثلا تو عادی به خنده خی شاگرد روش خندی کنه، خی شاگرد خنده کنه، شاگرد بیایم مثلا مذاق کنه، طبعا شاگرد نه درس یاد میگیره و نه از معلم میترسه. اگه مثال معلم باز بسیار احترام، مثال داخل سند رفت، همه شاگرد اول پرسی کرد، از شاگرد پرسان کرد، شاگرد که مثال دوز نامده بود از او پرسان کنه که مثال بچه تو چرا دیروز نامدی، مثال از درس پس موندی، اینی سوالا را از او بکنه. یا مثال شاگرد که مثال گریه کنه بگه من سر ما درس یاد ندارم، باز بسیار محبت بگه بچه خیره. مثال اگه شاگرد سنف اول باشه، خیر بچه مگم تو خانیده مصاد آمدی یا امروز آمدی تو دستن، اگر تو مثال آل سیاد داشته باشی خود تو شاگرد سنف دوازه نیست، و بسیار محبت بسته زور بگیره و بسیار محبت که تا زور روی خوب کنه، طبعا شاگرد درس یاد میگیره. اگر از خشونت گفتی استاد محترم، اگر از خشونت کار بگیره، چوب در دستش معلم باشه و استاد باشه و درس تشریح کنه یا درس بده، طبعا کمی چوب شاگرد ببینه، خود به خود شاگرد میترسه و درس یاد نمیگیره. اما بعضا میگن که نه، باید از چوب کار گرفته شه یا از لط کوب کار گرفته. من خود طرفدار از این نیستم، چون خودم یک استاد هستم، اما خودم هم استاد هستم که خیلی جذبه دارم و هم استاد هستم که تعریف خودم نمیکنم، خیلی مهربان هستم. هم شاگردم از من خوش میبره، شاید هم شاگردم از من میترسه، اما من از تمام استادای محترم همین تقاضا دارم که جذبه داشته باشه، سیاست داشته باشه، اما در طول عزیز استاد باشه، مهربانم باشه. ممنون شما استاد عزیز، ممنون که در برنامه اشتراک کردین و حرفای شما رو در برنامه داشتیم. بیننده عزیز، شما مگر دوست دارین امروز در برنامه زنگ زده دیدگاه ها و پرسش هایتان با موجی به مهرداد سخنگوی وزارت معارف شریک بسازین؟ در ادامه برنامه با ما باشین. آقای مهرداد، دو تماس داشتیم که یک بیننده ما غوث‌الدین طرفدار بودن و میگفتن که از دیدگاهشان فکر کنم درست یاد داشتید؟ بله بله، من بله گرفتم. و استاد عزیز که خب دوست قبلی ما درباره متدولوژی و ای که هم متد مهم است و هم مثلا ای که یک استاد رفتار، اگر سوال درست یاد ما مانده باشه، یعنی متد هم مهم است و مهارت های درسی هم مهم است که یک استاد باید هر دوی از زیر داشته باشه. من
موافق هستم با دوست گرامی ما. سلام مجدد دارم خدمت استاد محترمی که زنگ زدن، نظریات خود گفتن. ما خوش میشیم که استادا هم روش‌های را که به کار میبرن و اونا کار میته و مفید واقع میشه در فضای آموزشی درباره از اونا صحبت بکنن. باور من ایست که در جامعه مثل افغانستان که متاسفانه فرهنگ جامعه ما خشونت زده است، باوری است که از سطح سیاسی که خشونت میتونه راه حل باشد تا سطح اجتماعی و فرهنگی، همه از اینا به خشونت به عنوان آخرین و حتی یگانه راه حل نگاه میکنن. ما میخوایم بگویم که یک تعداد آدمان در افغانستان باید این تیوری و این نظر غلط ثابت بکنن. در تمام دنیای نظر غلط ثابت شده. یعنی امروز اصلا مثلا شما اگر در کشورهای پیشرفته دنیا یک خبر، یک گزارش از اینکه یک کسی در یک معلم صاحب یک کودک با چوب میزنه در مکتب، شاید وحشتناکترین خبر باشه در یک کشور پیشرفته. اصلا خبری از چوب و اینا در محیط آموزشی نیست، ولی به امو اندازه آن عملا ما میبینیم که چقدر در کشورها دانش، فناوری اینا پیشرفته که امروز حتی ما هر چیزی که امروز استفاده میکنیم محصول اونمون نظامهای آموزشی است که خشونت از درون خود راندن. سالهای سال است که با روشهای خشونت بار ودا کردن و نتیجهش پیشرفت است، کاهش فقر است، کاهش بیماری است و دستاوردهای دانش بشری است که امروز در تمام دنیا حتی ما ازش بهره میبریم. ما میخوایم بگویم که من خودم هم استاد هستم، معلم هستم، یعنی ما در تدریس کردیم. باور من ایست که اگر ما بتانیم که با شاگرد رابطه برقرار کنیم، هیچ به خشونت دیگه نیاز نیست. ممنون شما مهرداد عزیز. خیرالله روی خط از جناب خیرالله. سلام، با خودت بفرما. سلام، اون خواهر بکنم دو باشین مزامتان شدم. من میخواستم که در مورد معرف یک پرسان کنم که آیا در معرف ما چی مشکل است؟ بسیار تشکر. سوال دیگر نداریم؟ ممنون شما خیرالله عزیز. در معرف شما چی مشکل است؟ حتماً این که در معرف چی مشکل وجود داره، مجیب مهداد به شما پاسخ میدم. بیننده عزیز، شما مگر دوست دارین در این بحث اشتراک کنین، امروز این فرصت به شما شکل گرفته، میتونین زنگ زدید دیدگاه‌ها و پرسش‌هایتان با مجیب مهداد سخنگوی وزارت معرف شریک بسازین. اینجا هستن، حرف شما رو به گونه زنده میشنون و به شما پاسخگو هستن. در ادامه برنامه با ما باشین. جدی‌ترین مشکل میشه از وزارت معرف دیگه. خب در وزارت معرف افغانستان در کنار دستاوردها، در کنار خبرهای خوش، مشکلات هم وجود داره که اینا واقعیت افغانستان امروز هستن. یک مثلا مشکل کمبود کتاب داریم سالانه، مشکل کمبود معلم داریم، مشکل کمبود هزینه ها برای ساختمان مکاتب داریم که اینا هم مشکلاتی هست که مشکلات عمده است که سالانه بخش از این مشکلات وزارت معارف حل کرده میتونه. یک بخش دیگهش بستگی به این داره که ما چقدر توانایی های مالی دولت ما در مجموع بالا میره و متناسب با او این مشکلات هم حل میشن. ولی بحث امروز ما بحث خشونت است، اتفاقا بحث خیلی خوبی است. من انتظار دارم که خانواده های محترم در این بحث شرکت بکنن، ایره ما به یک بحث کلان اجتماعی تبدیل بکنیم و واقعا هم ریسک که یک مقاومت اجتماعی در برابر خشونت باید ایجاد شود. کودک، ما نمیگیم که کودک تنها در مکاتب علیش خشونت نشه، نه خیر، در خانواده ها هم باید خشونت علی کودک کاهش پیدا بکنه و از بین بره. به خاطر از این که شما تصور بکنین هر قدر در مکاتب شما یک فضای آموزشی امن و مسئول ایجاد بکنین، وقتی که کودک در خانواده، وقتی که از مکتب برمیگرده و مورد خشونت قرار میگیره، او با کدام روحیه و با کدام آمادگی به صنفای درسی میه و چی یاد میگیره؟ ممنون شما مهرداد عزیز. شما معرف بیننده ما را شنیدین. به یک گونه به نوع خانواده ها طرفدار خشونت هستند، ولو لفظی باشه و هر گونه ای که باشه. یک برنامه که جایگزین خشونت شود، این فرهنگ خشونت از مکاتب برداشته شود، وزارت معارف چنین برنامه ای داره؟ طبیعی است که وزارت معارف ما برنامه ما ایست که ما آگاهی میتیم
از طریق شورای معارف اگر موارد حاد خشونت باشه در خانواده هم باشه، مثلا که یک خانواده مانع آمدن یک کودک به مکتب شوه، ما بر از او از طریق شورای حمایت از معارف کار میکنیم. ولی واقعیت هم ریست که در بحث خشونت باید تمام نهادها همکار باشن و در این زمینه کار بکنن. باید پالیسی های برای حمایت از حقوق کودکان و پالیسی های منع خشونت علیه کودکان، امو رقمی که ما امروز یک پالیسی داریم به نام پالیسی منع خشونت علیه زنان، باید یک پالیسی منع خشونت علیه کودکان ایجاد شوه و این تطبیق شوه و این تعقیب شوه. به خاطر از این که واقع هم ریست که کشور ما جای خوبی برای کودکان نیست و دلیلش هم ایست که جامعه ما، تمام نهادهای اجتماعی ما در اونجا خشونت و رفتار خشونتبار مسلط است و واقعیت این نهادار از نهاد خانواده شروع تا متاسفانه در نهادهای آموزشی که این خشونت انتقال پیدا میکنه و انواع و اقسام مختلف شکلهای مختلف میافه، این خشونت ها در تمام نهادهای اجتماعی ما وجود داره و علیه خشونت بر کودکان ما باید یک بسیج ملی را بندازیم که در این تمام نهادهای حکومت باید همکار باشند تا این که واقعا ثابت بکنیم که با مهربانی هم میشه کودک تربیت کرد و کودکای سالمتر و مفیدتر تربیت کرد. ممنون شما مرداد صاحب. مصطفی روی خط است. مصطفی جان سلام بفرم. سلام خواهر عزیز، خوب هستین؟ سلام اتحاد تقدیم شما و تقدیم سخنگوی سید محترم وزارت معارف. ما در رابطه با می مشکلات برخورد ناروای استادان مکتب لیسه توتیا از کارتینو براتون تماس گرفتیم که یک تعداد استادا هستن، خودشان در حالی که بسیار ضعیف هستن، مثال سنشان پیشرفته است بالاست، امی حوصله و توانایی از دیر ندارن که به شاگردا تدریس کنن، به شاگردا سنف اول و سنف دوم اینا اولا ردای محترم مکتب گرفته سر سنف اول و سنف دوم یا تعیینشان کرده به خاطر تدریس کردن درس، باز اینا هم اطفال میگیرن گوشش تاو میتن و مثال که سیلی میزنن در بغل گوشش، مثال یکی از کفران میگه هست پیش ما که می گوش از نایی گوش خسکای دارم یه گوش نمشنوه، در حالی که همی طفل ما برتان میارد نمی پرده تلویزیون پیش همی سخنگوی وزارت مورد که ببینن که چه قراری یک استعداد خوب داره، چی رقم آیات را میخوان، صرف اول مکتب است، در 12 آیات قرآن شریف یاد دارن، نماز خدا میتونه خوانده. مصطفی جان شکایتت از کدام مکتب بود؟ از کدام مکتب بود؟ مکتب لیسه توتیا. نام استادم نظیفه جان است. نظیفه جان شما خودتون بیاین بخواینش، فرصتی دست اصلا اصلی گپ زدن که دست نداره، اون دو استادا باید به تو سنفا باید تعیین نشن به خاطر اطفال سنف اول دوم فهمن سوخ میباشن سر صدا میکنن، اینا رو باید دو سنفای تعیین کنن که یک ذره اینا خودش هم حوصله داشته باشه و سنفا هم یک ذره آرامتر باشن. ممنون. این مشکل ما بود که براتون گفتیم، خدا کنه یک رسیدگی صورت بگیره. حرفای شما را مجیب مهرداد شنیدن، به شما پاسخ میدن، روزتان خوش. پاسختان به برادر ما آقای مصطفی عزیز. خدمت شما عرض بکنم که همگی ما در خانه کودک داریم و کودک ها در واقع امو چراغ های خانواده های ما هستند و باید با امو حد علای مهربانی و در واقع حسن رفتار با اونا برخورد شود. واقعا این خبر یک خبر تکان دهنده است. وقتی یک کودک فکر کنین که بروش سلی زده میشه و این میتونه صرف نظر از اون تاثیر روانی که در تمام عمرش از یادش نمیره، خدای نخواست میتونه آسیبای بسیار آنی و خطرناک داشته باشه. یک کودک مثلا گوش خود شنوایی خود از دست بده، یک مشکل عصبی شدید برش پیدا شد و متاسفانه به مو خاطر است که وزارت معارف افغانستان خشونت در تمام فضاهای آموزشی ممنوع اعلام کرده و 100% ما به این مسئله آقای مصطفی رسیدگی میکنیم و به ریاست معارف شهر تماس میگیرم و گزارش میتونم که در چنین جاهای متاسفانه خشونت وجود داره. استادای کریستدای ما را میشنوند، امیدوار هستم که اونا پیام وزارت معارف گرفته باشند و از طرف دیگه روش های غیر خشونتبار هم یک بار امتحان بکنن. من مطمئن هستم که نتایج خوبی به دست میارن. بدون شک. فرهاد از خیرخانه روی خط است. فرهاد سلام بفرما. سلام با خیر، سلام با خیر، سلام باشی برای شما و همکار
ممنون شما. بفرمایید پرسش باید دیدگاهتان. برغل امیدی هستم از کابل به شما به تماشای من. یک مشکل در ویسی مفسی برخشی داشتیم. دخترک های ما رو به درس میخوانم. از طرف اداره مربوطهشان همون خود سنفای از اینا مورد مثلا مسئولینه که دارن باید صفایی بکنن پاک بکنن و پاک نمیکنن. یارا مجبور میسازه که جارو بکنن پاک کنن و یک وقت خانه میان سر صورتشان بیخی در کلی آلوده به خاک میباشن. ما ازش پرسان میکنیم چرا مسئولینتان چرا کسایی که خدمه که در مکتب است برای شما کار نمیکنن؟ گفت که مسئولین اداره که هستن در اوجه اونا اینا رو مجبور نمیکنن پاک بکنن. به من ما خود ما مجبور هستیم پاک کنیم سن فارا. از شما تقاضا دارم که به مسئولین محترم رو ببینید که لااقل زمینه توجه بکنن. اینا میرن به خاطر کسب علم. اگر روی برن جارو بکنن پاک بکنن اینا از درس و از تحصیل باز میمانن. ممنون فرهاد عزیز که مشکل تا با ما در میان گذاشتی. بعد از میان برنامه موجب مهداد سخنگوی وزارت معارف در این مورد حرفایشان هم میداشته باشم. بجستن یک میان برنامه میگیریم برمیگردیم. در ادامه برنامه با ما باشین و ما را دنبال کنیم. ادامه برنامه است و آخرین لحظات برنامه است. بازگزارتان هستم که تا این دم با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. بس ما در رابطه با رفتار خشونتبار در مکتب ها است. شما مگر در این مورد پرسش و دیدگاه دارین؟ این فرصت به شما شکل گرفتم. موجب مهرداد سخنگوی وزارت معارف اینجا هستن و به گونه زنده حرف های شما را شنیده و به شما پاسخ میدن. شماره های شما را در برنامه وصل میکنه 0791 و 655. در ادامه برنامه با ما باشین و ما را دنبال کنین. پاسخ دادم به برادر ما که تماس گرفته بودم پیش از میان برنامه پاسخ شما رو میداشته باشیم اما پیش از او یک تماس و پاسخ گفته. برادر ما روی خط است، بفرمایید. خواهر ما فرشته جان روی خط است. فرشته سلام به خودت بفرما. علیکم سلام. سلام به شما و به همه بیننده های عزیز. ممنون. خودت فرشته عزیز میشه بلندتر حرف بزنی؟ بله. البته من امری گفای استاد زمان ما فقط صدا تا درست نداریم فرشته جان. موقعیت تغییر بدی که صدا تا درست نداریم. نمیتونیم به شما. آها بفرمایید. اوکی که حالات هستن که در افغانستان حالات خوب نیست. البته ما شاهد همین انتخابی هستیم. همه مردم ما که هستن که در حالت روانی قرار دارن یعنی در خانه هم سال آن حال ظلم صورت میگیرد. یه مشکلات هست، مشکلات اقتصادی هستن. یعنی وقتی که پس ما میریم در مکتب درس میخونیم پس در آنجا باید یک فضایی باشه که محبت در آنجا باشه و اگر ما در مکتب میریم و در آنجا هم سر ما خشونت صورت بگیره فضایی صورت میتونیم که ما از درس منصرف شویم. یعنی خشونت به هیچ صورت خوب نیست و فعلا در حالتی که در ما در افغانستان قرار داریم که شاید بسیار از انتخابی ها اثیر پس نباید همین خشونت صورت بگیرد. ما با استاد ما موافق هستم به هیچ گونه باید یعنی طرفدار خشونت نیستیم در مکاتب. ممنون فرشته جان. ممنون که دیدگاهت با ما شریک ساختی. حرف دیگری نداری؟ ممنون فرشته. روزت خوش. دیدگاهت گرفته شد. پاسخ دادم به برادر ما که پیش از میان برنامه تماس گرفت. بله آقای فرهاد هم شکایتی داشتن از مکتب مخفی بدخشی. بله از مکتب مخفی بدخشی که گویا در اونجا سر دانش آموزا کار میشه. البته خوب سهمگیری دانش آموزا در نظافت مکتب اگر یک امر داوطلبانه باشه و حرف بسیار بدی نیست، ولی هیچ مکتبی نمیتونه با اجبار مثلا در صورتی که خود از اونا مثلا کسایی دارن که مسئولیت پاککاری مکاتب این مکتب صنفا را دارن نمیتونن که با اجبار دانش آموز مجبور بکنن که او مثلا کار کنه در مکتب، مگر اینکه روزهای وجود داشته باشه که دانش آموزا خودشان. این فرهنگا در تمام دنیا در معارف است که مردم و دانش آموزا در بسیاری موارد حتی مسئله نظافت مکاتب سهم میگیرن در پیشرفته ترین کشورهای دنیا، ولی طبیعی است که هیچ گونه اجباری در کار نیست
و مثلا کودکان نباید به هیچ کاری در مکاتب افغانستان مجبور شوند. شما بر اساس مکتب می داشته باشید؟ حتما من یادداشت میکنم تمام موارد و باز به معارف شهر گزارش میتیم و دنبال هم میکنیم این مسائل که خانواده ها نظرهایشان برای ما بسیار زیاد مهم است. ممنون شما. بیننده ما امین از کابل روی خط است. امین سلام بفرما. بله سلام علیکم. سلام به شما برادرم، بفرمایید پرسش و دیدگاهتان. الو صدای شما را داریم، بفرمایید. صدای ما را صدای شما را داریم اما موقعتتان را تغییر بدین که صدایتان را داریم اما درست نداریم. امین جان اگر حرفی به گفتن داریم موقعتت را تغییر بده، دیدگاهت با ما شریک بساز. تماس امین قطع شد. ببینید در زمانی که به تماس میگیرین، در هر برنامه‌ای که به تماس میگیرین ازتون خواهش میکنم لطفاً زمانی که به تماس میشین از صدای تلویزیونتون پایین کنین و یا فاصله بگیرین تا ما دیدگاه های شما را در برنامه داشته باشیم. در غیر از او تماستان قطع میشه و مسئولیتش برمیگرده به خودتان، لطفاً شکایت نکنین. اکثرا دیدگاه ها در مورد خشونت در مکاتب گفته شده، با شما شریک ساخته شده جناب مهدود. میخوایم بدانیم خشونت در خانواده ها چقدر میتونه بالای آموزش و پرورش کودک ها نقش داشته باشه؟ واقعا سوال بسیار مهمی است. امی دوستای عزیز ما که امروز میان از خشونت در مکاتب گپ میزنن، خانواده های محترم، من یک سوال از خود از اونا دارم. واقعا آیا خشونتی که اونا در خانواده اعمال میکنن، آیا او خشونت هم نمیتونه بر روند آموزش کودکانشان، بر سلامت روانی کودکانشان تأثیر منفی بگذاره؟ من میخوایم هر کس امروز، هر کسی که برنامه را میبینه و از خشونت در نهادهای بیرون از خانواده شکایت داره و خشونت علیه کودکانش بر نمیتابه و تحمل کرده نمیتونه، آیا از خشونتی که در داخل خانواده ها بر کودکان میره، ای خشونت آیا با او خشونت های بیرون از خانواده تفاوت داره؟ به هیچ وجه. تمام از این خشونت ها میتونه بر سلامت روانی کودکان، روی زندگی روانی آینده کودکان تاثیرات منفی بگذارن. بنابر این یک کودک اگر در مکتب هر قدر فضای خوب داشته باشه، فضای ایدئال داشته باشه برای آموزش، اگر این کودک در خانه خود آرام نباشه، باز هم نمیتونه درس بخونه. باید در تمام دنیا بین مکاتب و خانواده ها یک رابطه بسیار ارگانیک وجود داره، یعنی خانوادان بخش از پروسی آموزش هستند. باید علاقه به درس نه تنها در مکتب که در داخل خانواده ایجاد شود. شما هر قدر در مکتب تلاش بکنین که یک دانش آموز به درس علاقمند بسازین، اگر در محیط خانواده این علاقمندی تشویق نشه، به کودک یاداوری نشه، فضای علاقمندی به کودک در داخل خانواده ایجاد نشه، یک مشکل کلان خشونت هم است. کودک ها انتظار داریم که در مکتب به درس علاقه بگیرن، در حالی که در خانواده ها هیچ گونه تلاشی به خاطر از اینکه کودک ها به درس علاقه بگیرن وجود نداره. طبیعی است که کودک بیشتری وقتش در داخل خانه به سر میبره و این جمعیم است در امو پروسه آموزش. امیدوارم خانواده هم در این مورد برخورد جدی داشته باشن. مجیب مهرداد تشکر میکنم از خودت که امروز پاسخ خوب بودی و گونه زنده به بیننده ما. بسیار تشکر از شما برای بحث خوب. ممنون شما. بیننده عزیز سپاسگزار هستم از شما که با ما بودید. روزتان خوش. مواظب خودتان باشید.